रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप लुक छुप खेल है आरो, मैं डर डर के खेला हूँ। اون جلوی چشمتون میخواد قبل از طلاق آبجی سارا اونو با یه مرد دیگه آشنا کنه. شما ساکتین؟ جلوی چشمم تو هم قبل از طلاق خواهرت داری تلاش میکنی با شوهر سابقش ازدواج کنی، منم ساکتم. بابا شما میدونین من چرا این کارو میکنم؟ من هیچی نمیدونم، کی داره چی کار میکنه و چرا. شما نمیتونین منو تو این جنگ تنها بذارین. بین جنگ و سرکوبیدن به دیوار خیلی فرق وجود داره. روزی که من فرقشو فهمیدم سلاحمو زمین انداختم. اما من می جنگم. من امیدوارم شما بالاخره یه روزی تو این شرایط کنار من وایستین. امیدوار نباش، واسه این که منم امیدوار بودن و ول کردم. بابا تو این خونه دام بند کردن. آبجی سارا رو که تو دام انداختن از شوهر و بچه هاش جدا کردن، ولی الان در مورد سرنوشتش هم تصمیم می گیرن. الان باید شما این زندگی و خونه رو سر و سامون بدین بابا. آره راست میگی، اینجا خونه نیست، جنگله. قانونش هم قانون جنگله و تو این جنگل یه دونه شیر هست، اونم مامانته. تو این جنگل هر کی هر چی دلش خواست انجام میده. من فقط دارم عمرمو میگذرونم. من هیچ علاقه ای ندارم، نه به این خونه، نه به این خانواده، نه به این دنیا. تمام. انبر، انبر پسرم، این بچه رو بذار خونه، با خودت کجا میگردونیش؟ الانشم واسه پسرم آشفتم، دیگه نذارین نگران دخترم هم باشم. منظور شما اینه که من دارم بچه ها رو اذیت میکنم؟ من نمیدونم. بچه هست، نگران نباشین، هیچ جایی فرار نمیکنه. من دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم. به منم؟ من حتی دیگه به خودم هم اعتماد ندارم. تو واسه پیدا کردن گلزار کجاها مونا رو با خودت میکشونی؟ طفل معصومو چرا اینقدر اذیت میکنی آخه؟ ماما من نمیدونم چی کار کنم، فعلا باید برم. انبر دلم خیلی شور میزنه. اصلا نگران نباشین، الان متوجه این اتفاقا نمیشین، ولی حتما بعدا منو دعا میکنین. شما مگه نمیخواستین داداش بلال از دست بچه ها خلاص بشه؟ منم هم دارم همین کارو میکنم، صبور باشین. رامینا، میتونم ازت یه خواهشی بکنم؟ تو میتونی واسه چند ساعت از مونا نگهداری کنی؟ موضوع چیه بلال؟ پسر دیوونه من امروز از خونه فرار کرده بود، عصبانی بود، میترسم که به خودش ضربه ای بزنه. باید برم دنبالش. رامینا خواهش میکنم، فقط امروز مراقبش باش. من معذرت میخوام. میدونم خیلی کار داری و به خاطر مونا تو کارات اختلال ایجاد شده، اما فقط به تو اعتماد دارم. نمیدونم چرا، ولی الان قلبم فقط به تو اعتماد داره رامینا. باشه، دوستیم؟ دوستیم، اینم بگیر، مواظبش باش. الو پسرم، من شگفته هستم، مامان سارا. بله سلام علیکم خاله، حالتون چطوره؟ من خوبم. سارا میگفت ظاهرا مریض احوالین، الان حالتون چطوره؟ بله مریض بودم، الان خوبم. بفرمایید چی شد یاد من افتادین؟ پسرم میخواستم ازت تشکر کنم. تشکر؟ واسه چی خاله؟ این روزا سارا خیلی خوشحاله،
و میدونم دلیل این موضوع شمایی. پس پسرم باید تشکر کنم، نه؟ اوکی، اینطور. ولی چیز خاصی نیست. نه، واقعا مسئله مهمیه. منم متوجه میشم. راستش سارا میخواست که شما رو خونمون مهمون کنه پسرم. راستش اون میخواد شما رو مهمون دستپخت خودش کنه. بله، منظورم اینه سارا که چنین چیزی رو به من نگفته خاله. ای بابا پسرم، اون خجالت میکشه، به من گفت دعوتت کنم. باشه، من برنامه کاریمو چک میکنم و بهتون خبر میدم خاله. نه 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 پسرم، برنامه کاری نداریم. همین 3-4 روز یه وقت خالی پیدا کن و به ما فرصت مهمون نوازی بده پسرم. باشه، حتما بهتون خبر میدم، خدمت میرسم. باشه پسرم، زنده باشی، خداحافظ. ای بابا، کیه؟ تو؟ بازم اینجا؟ راستش من... هی، این بار دخترم واسه بچه هات پول نفرستاده، اینو مطمئنم. نه خیر پسرم، گلزار گم شده، هیچ جای پیداش نکردم، فکر کردم شاید اینجا باشه. آخه اول اینکه اون اینجا نیومده، اگه اومد من بهت خبر میدم. باشه، اما اگه شما بیا، اگه اطمینان نداری خودت داخل خونه رو بگرد. نه من فقط همینطوری. مطمئن باش من ذره ی علاقه ندارم بچه های بقیه رو بزرگ کنم، و نه دخترم این درد سر رو به جون میخره. اگه پسرتم احیانا اینجا سر و کلش پیدا شد، همون لحظه از این خونه دوباره برش میگردونیم، نگران نباش. لطفاً این پروژه رو چک کنید، اگه به نظرتون همه چیش خوبه من ازش پرینت بگیرم. نه اصلا خوب نیست. خوب نشده؟ نه نگران نباشین، چیز خاصی نیست، تواناییتون در همین حده، چون تو نرم افزار تجربه ندارین. به هر حال من یه روش دیگر رو بهتون میگم، اگه با اون کار کنین روشش خیلی آسون تره. باشه حتما. سارا خانم. بله. واسه دعوتتون ممنونم. چه دعوتی؟ آره منو واسه شام دعوت کردین، همون مهمونی که بهم گفته بودی؟ من دعوت کردم؟ خودتون نتونستین به هم بگین، ولی مامانتون زنگ زدن و پیغام دعوتتون رو به هم دادن. نگران نباشین، من وقتم رو خالی میکنم و حتما میام. بله آقا، منتظرم. گلزار؟ مدرسه تعطیل شده، اونجا هم کسی نیست. گلزار نیست؟ نه خیر، همه رفتن. افروز گلزار کجاست؟ گلزار که مدرسه نیست، همه بچه ها رفتن. اون مدرسه نیست، صبح زود از مدرسه فرار کرده. چی؟ مامان خواهرتون اون بچه رو مجبور کردن که فرار کنه؟ هیچ که اونو مجبور نکرده، فقط دستم روش بلند شد، به مامان داشت بی احترامی میکرد. شما هم روش دست بلند کردی؟ پس الان چه فرقی بین شما آبجی ساراست؟ شما مگه همیشه نمیگفتین که اون دست بلند میکنه؟ به خاطر این زدمش که به بزرگترش بی احترامی کرد. در زمون قبلا اینطوری نبود، از وقتی تو رو یواشکی میبینه اینطوری شده. نمیدونم تو بهش چی یاد میدی دختر. یعنی الان به من تهمت میزنی؟ از صبح مثل دیوونه ها دنبالش میگردم، پسر منو پنهون کردی. من چرا پسرتونو پنهون کنم؟ من که خودم اومدم مدرسش ببینمش. افروز به جز تو دیگه کسی رو نداره که بره پیش اون. به جای تهمت زدن به من برین و دنبالش بگردی. منم تلاش میکنم دنبالش بگردم. بچه هست، نمیدونیم کجا رفته، خدایی نکرده گیر آدم های نااهل نیفته.
بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. الو مامان، شما چرا از طرف من دعوتش کردین؟ پس از طرف خودم دعوتش میکردم؟ من که با اون کار نمیکنم. آخه چه دلیلی داشت که دعوتش کنین؟ دخترم با دعوت کردن و رفت آمد محبت زیاد میشه. چی؟ شما چی گفتین؟ چه محبتی مامان؟ شما چتون شده؟ همون محبتی که به وصلت تموم میشه. مامان شما چرا متوجه نمیشین؟ من فعلا در شرایط مناسبی نیستم که با کسی وصلت کنم. شرایط درست میشه دخترم. من شرایط تو درست میکنم، حالا ببین. وصلت بر پایه دروغ و سوء تفاهم درست نمیشه مامان. وا الان کی حرف از دروغ و سوء تفاهم زد دختر؟ مامان شما کارتون اصلا کارتون درست نیست. شما از طرف من دعوتش کردین و بهش دروغ گفتین. اگه این سوء تفاهم نیست پس چیه؟ دخترم کسی رو دعوت کردن به هیچ وجه کار اشتباهی نیست. یه رابطه رو تو درست کردی، سست بود و از بین رفت. حالا من برات یه رابطه درست میکنم که هیچ وقت از بین نمیره. حالا ببین مامان، من الو هر سارا، گلزار پیش تو نیومده؟ نه پیش من نیومده. چرا؟ چی شده؟ به من راستشو بگو. من چرا باید به دروغ بگم؟ چی شده؟ گلزار کجاست؟ گلزار از صبح از خونه فرار کرده. چی؟ فرار کرده؟ کجا فرار کرده؟ آخه چطوری؟ اگه اون فرار کرده؟ تو چرا اینقدر عادی داری با من حرف میزنی؟ خب برو بگرد دنبالش. نران صدای من برات عادی به نظر میرسه؟ واقعا که سارا، واقعا که تو اصلا کی حال منم فهمیدی که نگرانم یا نگران نیستم؟ سارا همیشه همینطوری بودی رفتار کردی. تو باش شکار کردی؟ به من راستشو بگو، باش شکار کردی؟ گلزار کجاست؟ یعنی چی که چی کار کردم؟ پسر من بچه‌ای نیست که به این راحتی یا فرار کنه، فهمیدی؟ من از کجا بدونم که کی فرار کرده و دست کی و کنار کی میمونه؟ حتما این رفتارش به تو رفته دیگه. تو خیلی راحت و آشکارا ول کردی ولی اون خیلی بی سر صدا. تو که میگفتی واسه مراقبت از بچه‌ها هیچ مشکلی نداری، خیلی ادعای بزرگی میکردی نه؟ سارا الان وقت بحث کردن نیست، الان باید گلزار رو پیدا کنیم. الان وقت بس کردن نیست، پس برو دنبالش بگرد. اما گلزار کجا میتونه بره؟ گلزار رو پیدا کردی؟ نه. خب بازم دنبالش میگشتی. نگران دخترت نباش، من مراقبشم. آره میدونم. آره گلزار برگشته؟ نه. تو به من اینو بگو، گلزارو با خودت میبردی شرکت یا اونو تنها خونه میذاشتی؟ الان چرا میخوای اینو بدونی؟ من فقط میخوام بتونم، لطفا به من بگو. من نمیتونستم تو شرکت از هر دوتاشون مراقبت کنم. اوه الان فهمیدم، تو طفل معصوم منو پیش مامان و خواهرت ول میکردی و میرفتی شرکت؟ مراقب حرف زدنت باش سارا. تو اگه در مورد گلزار چیزی میدونی به نفعته که بگی، وگرنه هیچی نگو، هیچی. تو
تو طفل معصوم منو تنها پیش مادر و خواهرت ول می‌کردی و می‌رفتی، اون وقت انتظار داری من بهت چیزی نگم؟ آخه این چه مزخرفیه که داری میگی؟ مادری که بچه‌اشو ول کرده و گذاشته و رفته، الان داره میگه که بچه‌م کو؟ بچه‌ی معصوم من به خاطر خواهرت فرار کرده. اون میتونه زندگی هر آدمی رو براش جهنم کنه. تو انگار هیچ وقت نمیتونی عیب خانواده خودتو ببینی نه؟ من از کجا بدونم شما سه تا زن کدومتون زندگی رو جهنم میکردین؟ شما سه نفر بودین که زندگی رو رو سر من خراب کردین و همش عذاب بود. شما سه تا نه، بلکه شما چهارتا. مامانت که سر دسته شماست. هرانم داری شکایت چیو پیش من میکنی تو؟ وقتی من از سر کار میومدم تو همیشه تو اتاقت بودی. مامانم و خواهرم همیشه این شکایتو داشتن که تو حتی باشون درست حرف نمیزدی و رفتارت هم خیلی مزخرف بود. آره باشون حرف نمیزدم. دلیلش هم اون خواره از جوزت بود، چون تمام روزو به من تیکه مینداخت، تهدیدم میکرد و زندگی رو برام جهنم کرده بود. اصلا میدونی وقتی شبا از سر کار برمیگشتی خونه یه آدم مظلوم میشد و همه ی اتهامات و تقصیرات و گناه رو مینداخت کردن من بدبخت. تو دو خودم رو عبس میکردم چون تحمل فشار روانی نداشتم بلای. اما نه، تو که مادر و خواهرت دوست داری مگه نه؟ تو قبلنم به حرف اونا اعتماد میکردی، الانم به حرف اونا اعتماد میکنی و هیچ وقت به حرف من اعتماد نکردی. این دقیقا حرفیه که مامان و خواهرم به این میزنن سارا. تو هم به خاطر همینه که داری منو سرزنش میکنی. خوب گوش کن ببین چی میگم. من یه بار به تو و مامانم و خواهرم وفادار بودم، اما شما چی کار کردی؟ تو منو رها کردی، بچه تو رها کردی، زندگی رو به جهنم کشیدی سارا، زندگی رو به جهنم کشیدی. دیگه نمیدونم باید به چی بگم. یه چیزی با دقت گوش کن بلاد. اگه گلزار چیزیش بشه من هیچ وقت نمیبخشمت. آخه تو کی منو بخشیدی؟ فقط یه بار به حال روزم نگاه کن. به نظرت من آدم زندهی به نظر میرسم؟ رفتن، نشستن، خوردن، خوابیدن، تفریح کردن، حتی احساس آرامش، این چیزا رو از زندگی من گرفتی؟ قبلا این تو بودی که منو رو انگشت خودت میچرخوندی، حالا هم پسرت داره این کارو انجام میده سارا. لکھ پل کی ہے بچپن کہانی بہتے ہیں. بلال آروم باش، همه چی درست میشه. لکھ چھپ لکھ چھپ کھیل ہے آرو میں ڈر ڈر کے کھیلا ہوں پردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن سارا خانم. صبور باشین، من میتونم شرایطتون رو درک کنم. مدیریت کردن مشکلات خانوادگی خیلی سخته. براتون دعا میکنم، خدا کمکتون کنه. بشینید، میگم براتون چای بیارن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو، رومینا هستم سارا. من میدونم که تو رومینا هستی، لازم نیست خودتو معرفی کنی. بلال خیلی آشفته سارا، بهتره به جای سرزنش کردن تو پیدا کردن بچت کمکش کنی. سلام عابد جان، چطوری؟ من خوبم داداش. میخواستم اینو بگم که ببین بلال، تو به جای عصبانی شدن از سارا باید کاملا شرایطش رو درک بکنی. یعنی تو اونو از من بهتر میشناسی؟ تو هم که فقط عابدو اذیت میکردی. آهان،
یعنی الان من آدم بده شدم. بلال اون خیلی ناراحته، تلاش میکنه از یه بحران عبور کنه، کارشو نمیتونه درست انجام بده، حواسش پرته. ببین بلال، تو اونو ترک کردی، پس چرا بهش استرس وارد میکنی؟ من تو زندگی رومینا دخالت نمیکنم. اگه شما دوتا هم بچه داشتین، اون وقت منم ازتون میپرسیدم که شما دوتا تو زندگی همدیگه دخالت میکنین یا نه. تو کی مواظب به بچه ها هستی؟ بلال داره ازشون مراقبت و نگهداری میکنه، تو باید ازش تشکر کنی. تو این دور زمونه یه زن چطور میتونه همچین مردی پیدا کنه؟ اگه مادری نمی کنی لااقل باهاش کنار بیا و متهمش نکن و بذار زندگیشو بکنه. تو ناسلامتی دوست من بودی رومینا. من هنوزم دوستت هستم سارا. آره تو داری این حرفو میزنی، ولی انگار افکارت مال یکی دیگه است. منو اینقدر احمق فرض نکن. ببین بلال، من قصد ندارم از کسی حمایتی انجام بدم، دارم تلاش میکنم به تو بفهمونم. تو نمیخواد چیزی رو به من بفهمونی، تو داری از زبون سارا حرف میزنی. اون زنی که تا دیروز من به خاطرش با دنیا میجنگیدم، الان تو داری به خاطر اون میجنگی؟ تو منو اون بلال قدیمی میبینی. زخمای من به مرور زمان خوب میشه، اما دعا میکنم تو هیچ وقت زخمی نشی، چون عابد تو در هر شرایطی کنارم بودی. من آدم فراموشکاری نیستم. من واقعا قصد بدی نداشتم، اما تو الان داری بهم تهمت میزنی. بلال حق داره، تو یه زن خودخواهی، برو به درک. به من یه چیزی بگو، شما دو نفر چرا منو تو زندگیتون دخالت میدین؟ من نمیخوام نفر سوم بین رابطتون باشم، خودت میدونی. یا سارا، همین دیگه، نمیخوام در این مورد حرف بزنم. به نظر منم بهترین کار رو میکنی. انبر، تو با گلزار چی کار کردی؟ بگم چی کار کردم؟ دعواش میکردم، کتکش میزدم. شما ندیدین همه ی بدنش آثار کبودی کتک زدنم هست؟ من خیلی ظالمم، دلسوزی رو که اصلا بلد نیستم. در ضمن میدونین چیه؟ وقتی من خسته میشدم بعدش مامان میومد و با هم دیگه اونو حسابی کتکش میزدیم. من بر این جواب سوالم نیست. این همون جوابیه که میخواستین بشنوین. منم همین کارو کردم و چیزی رو که میخواستین بهتون گفتم. اون پسرت به من بی احترامی کرد، تو از این کارش ناراحت نشدی؟ چرا ناراحت شدم؟ واسه همینم به استیلی زدم. این جواب سوالتونه. الان جوابتون رو دادین. در واقع شما به خاطر دفاع از مامانتون دست رو پسرتون بلند کردین. شما گلزار رو زدین و اون خونه رو ول کرد رفت. ولی یه چیزی رو میدونین، اونجوری که دیروز گلزار رو زدین، اگه زنداداش سارا رو میزدین و جواب توهیناش رو میدادین، الان ترکتون نمی کرد و این حال روزتون نبود داداش بلال. پسر بشین کمتر دور این میز بچرخ، سرم همین طوریشم داره از درد میترکه. وای خدا مرگم بده، چی کار کردی بچه احمق؟ سارا این طوله بلالو دیگه اینجا نیار، فهمیدی که چی گفتم؟ این خونه منو همش به هم میریزه. مامان این بچه منم هست، اگه ازش خوشتون نمیاد پس دیگه اینجا نمیای. آفرین، خیلی حرف خوبی زدی. دیگه خونه من هیچ وقت نیا، جلوی منم دیگه اینجوری اشک تمساح نریز. من اشک ریختن تو رو اصلا دوست ندارم، فهمیدی؟ لعنت به همچین دختری که به خاطر بچه‌هاش به مامانش ارزش نمیده. هوی پسر، این صندلی رو بذار سر جاشو برو.
داداش همینجا نگه دارید. بفرما گلزار. گلزار تو، گلزار تو اینجا بیرون خونه چی کار میکنی؟ میدونی من و بابا چقدر دنبالت گشتیم و نگرانت شدیم؟ مامان لطفا به بابا هیچی نگو، لطفا نگو، من نمیخوام با بابام زندگی کنم. باشه نمیگم، ولی تو چطور اومدی اینجا؟ اینجا چی کار میکنی؟ مامان من خونه مامان بزرگم نمیام، وگرنه اون به بابام خبر میده و بقیه هم میتونن به بابا خبر بدن. واسه همین من میخوام با شما زندگی کنم، اما تنهایی زندگی کنیم لطفا. باشه 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 پسرم، آروم باش، آروم باش. باشه من کنارتم پسرم. من حتما یه راهی پیدا میکنم. اما گلزار تا اون زمان باید با من بیای داخل، بعدش تصمیم میگیریم که چی کار کنیم. اینجا ممکنه یکی ما رو ببینه. ها؟ همینجا وایستا. گلزار زود بیا، درم ببند. باشه یه لیست درست میکنیم. قلم و کاغذ که آوردی؟ بله مامان. خوبه بیا. نوشتن رو شروع کن. یه بسته خورما میخوای؟ خورمای بادومی. سلام علیکم مامان. علیک سلام دخترم، تو کی اومدی؟ همین الان، چند دقیقه پیش. خوب شد اومدی، ما منتظر تو بودیم. دخترم واسه مهمونی یه لیست غذا درست میکنیم. تو بگو عابد رئیست اون چیا دوست داره؟ اما آقا عابد که هنوز روزشو مشخص نکرده. تو نگران نباش، من روزشو مشخص میکنم، تو فقط غذاهای مورد علاقهشو بگو. باشه ولش کن، خودمون یه کاریش میکنیم، الان خسته است. میریم تو اتاقت همونجا لیستو نه نه مامان، من همینجا میشینم و درست میکنیم. من اینجا میشینم با هم لیستو مینویسیم. آه چی شده؟ همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه. خب راستش آقا عابد پروژه داده، برای همین خیلی استرس دارم. اصلا نمیفهمم و ذهنم کار نمیکنه. بگذاریم، شما یه کاری کنین، لیستو درست کنین، من بعدن میبینمش. هرچی کم و کس بود اضافه میکنم. من خیلی خستم مامان، میخوام استراحت کنم، لطفا مزاحمم نشین. باشه مامان. الان چی نوشتی؟ خرمای بادومی. گوشت گوسفندم بنویس. من به دروغ گفتن عادت ندارم. اگه اونجا نیومده پیش منم نیست، پس کجا رفته؟ شما به پلیس خبر دادین؟ دو مرتبه رفتم اونجا گزارش پر کردم، همین الانم باشون تماس گرفتم، ولی اونا فقط امیدواری میدن. واسه همین بهتون میگفتم با هم ازدواج کنین، حداقل پسرتون فراری نمیشد. افروز الان وقت گفتن این حرفا نیست، الان باید دنبال گلزار بگردین. اگه پیداش کنیم چه تضمینی وجود داره که دوباره نذاره بره؟ چه تضمینی وجود داره که خانواده‌تون یا یه زن دیگه محبتی رو بهش بده که من یا سارا میتونیم بهش بدیم؟ بچه هر چه قدم که قهر باشه تو تاریکی شب از ترس دوباره بر میگرده. نمیدونم قلب گلزار چقدر شکسته که هنوزم نیومده. حتما یه اتفاقی براش افتاده مگه نه؟ حتما یه جایی یه چیزی براش کم گذاشتی. میدونین امروز گلزار این کارو کرد، فردا مونا بزرگ میشه و این کارو میکنه، اون وقت شما چی کار میکنی؟ دو دلوں کی اس بھور میں گھومتی ہے زندگی، دیکھتا ہوں خواب میں بس جھومتی ہے زندگی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من مطمئنم انبر این کار کرده، اون مجبورت کرده که فرار کنی مگه نه؟ تازه بلالم دست روت بلند کرده، باید حساب کارشو پس بده. نه مامان لطفاً به بابا زنگ نزنی. چرا زنگ نزنم؟ دلم میخواد برم به حساب اون عمه عجوزت برسم و تو به میگی زنگ نزنم؟
نه خیر مامان، اون وقت بابا میفهمه که من پیش شما. اصلا بذار بفهمه، من اصلا برام مهم نیست. مامان بعدشون میاد و منو از پیشتون میبره، من نمیخوام پیش بابام باشم. لطفا بهش زنگ نزنین. اما گلزار باید بابات بفهمه که اون روز برای چه اتفاقی افتاده بود. مامان بابا هیچ وقت حرفتون رو باور نمی کنه. و عمه انبر اگه اون بفهمه که من بهتون گفتم، اون مونا رو خیلی اذیتش می کنه. گلزار باید در مورد مونا حتما با پدرت حرف بزنم. مامان مونا الان پیش عمه نه، بلکه پیش باباست و عمه هیچ کاری نمی تونه بکنه. الان اگه بابا بفهمه خیلی عصبانی میشه. من نمیدونم این بابات که عقلش سر جاش میاد. دخترم بیا شام تو بخور. مامان من الان گرسنم نیست، گرسنم شد تو اتاقم میخورم. باش خیلی خوب، هر جور خودت میدونی. ممنون. هیچی نمیشه. گوش کن گلزار، اگه کسی خواست به هر دلیلی بیاد تو این اتاق، تو دو تا جا میتونی قایم بشی، یا تو اون کمد یا هم زیر این تخت، اما نزدیک در هیچ وقت نشو. قربان اینم پرونده. سارا خانم کجاست؟ امروز اصلا ندیدمش. اون امروز سر کار نیومده. شما دلیلشو میدونید؟ بله من تماس گرفتم، اون گفت به یه سری دلایل شخصی نمیتونه امروز بیاد شرکت، فردا میاد سر کار. امروز قرار بود کارهای پروژه رو نهایی کنیم و براشون ارسال کنیم. مگه چه کار مهمی براش پیش اومده که مرخصی گرفته؟ باشه بریم. چش قربان. بفرمایید آقا. امروز باز تو همه ای کارای بلالا انجام دادی؟ آقا اون تمام روز داره دنبال پسرش میگرده. یعنی تا پیدا شدن پسرش تو میتونی همه ای کاراش انجام بدی؟ چرا آقا، مگه مشکلی تو کارا پیش اومده؟ تو آدم عجیبی هستی. جالبه قبلا من از سفارش بلالا به تو میکردم و الان تو داری سفارششو به من میکنی. میتونی بری. ممنون. الو. بله بله پسرم. من که نمیدونم. باشه بهش میگم، اصلا یه کاری میکنم، گوشی رو میدم به خودش. آها باشه پسرم، چشمت من. سلام علیکم مامان جان. علیک السلام. عابد زنگ زده بود. سارا که میگفت اون از خونه داره کارای اداری شرکتشو انجام میده، اما اون چیزی نمیدونه. چی؟ آره اون بهش زنگ زده میگه گوشیش خاموش بوده. این دختره تو اتاق خودشو حبس کرده چی کار میکنه؟ شما وایسین من میرم میبینم. اینجوری؟ اینجوری نیست، بده به من تو من درستش کنم. باشه تو درست کن. آره. مامان اون داره تو اتاق با یکی حرف میزنه. منظورت از یکی یعنی اونجا کسیه؟ آره داره با یکی حرف میزنه، ممکنه با تلفن باشه، ولی صداش اصلا نمیومد، من نفهمیدم. نفکره دوباره با اون بلال احمق در ارتباطه. ولی حابت که میگفت گوشیش خاموشه. پس با یکی دیگه چطور میتونه حرف بزنه؟ از دیروز که اومده همش تو اتاق خودشو حبس کرده، نمیدونم چه خبره. صبر کن خودم ببینم. بله کیه؟
دخترم باهات حرف دارم. مامان 5 دقیقه دیگه میام بیرون. دخترم فقط 5 دقیقه کارت دارم، حرفمو گوش کن. مامان 1 دقیقه صبر کن. بودو برو. بله بله مامان. چی شده؟ چرا اینجوری داری نگاه میکنی؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ من حرف میزدم؟ با هیچ کس. من خودم شنیدم سارا که داشتی با یکی دیگه حرف میزدی و صدای یکی دیگه میومد. اگه اینجوریه پس چرا مونا رو بهش نمیسپارین و سر کار نمیرین؟ راستش مونا الان خیلی کوچیکه، باید خیلی مراقبش باشم. خارم تلاش کرد که ازش مواظبت کنه اما نتونست. واقعا موضوع همینه، اون نتونست مراقبت کنه. تو چرا میخندی؟ پس چی کار کنم داداش بلال؟ شما هنوزم فکر میکنین که مامان خواهراتون خیلی با مسئولیتن. متاسفانه سارا هم مثل شما به مادرش کاملا اعتماد داره. نمیدونم شما کی به همدیگه اعتماد میکنین. 7 روز من با چشمای خودم دیدم. مامان داشت به گلزار قضا میداد اما گلزار بهش بی احترامی کرد. داداش بلال گاهی وقتا چیزایی که با چشم میبینی واقعیت نیستن. اون واقعیتی که داری ازش میگی یه بچه بهت گفته. چطور میتونی مطمئن باشی که حقیقت داره؟ من فقط اینو میدونم که بچه ها دروغ نمیگن. روخ پلکی ہے بچپن کہانی بہتے ہیں آنسو جیسے دریا. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی میباشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.